دوستا سلام مجدد. در کنار من بزرگایی را که میبینین نشستن اهالی این منطقه هستن. گفتم بیاین یک دو دقیقه درد دل کنیم، بیام از قدیما بر ما قصه کردن، از زمانایی که بدر وقت ما تولد نشده بودیم. اما قصه ها واقعا شیرین است. باز گفتیم بیاین از آبادی های امروز هم بگین. اول امروشون یک معرفی میشیم. سلام علیکم آقای صاحب، بخیر هستین؟ بخیر باشید. نامتان اگر بگوین یک معرفی هم کنین خیلی خوب میشه. نام محمد امین بابکر خیل است، ولایت کابل، ولسوالی شکردره. بسیار خوب، ولایت کابل، ولسوالی شکردره، این یک قدمی ما هست دیگه. بسیار خوب آقای صاحب، از شما میشنویم. نامتان؟ نام محمد امین است، بابکر خیل، ولسوالی شکردره. خب بسیار خوب، چند سال است که شما در این محل و منطقه زندگی میکنین؟ یاره از سال 1362. 1362. خب 41 سال. 41 سال او وقت دیگه شما که خانه و جای گرفتین شاید تو خانه نبوده دیگه، بسیار کم بوده. نه اصلا او در جبزار بود، او بود مثلا دیگه خانه نبود و حساب ما نو شروع کرده بودن به خانه جو کردن. ولی نه آبادی شروع شد، نه سرک شروع شد. بخیر دیگه قبلا این رقم نبود، خانه گلی بود. ولی نه پختکاری شروع شده دیگه. همون خانه گلی خوب بود یا پختکاری؟ آجی صاحب از قدیما گفتیم والا خانه گلی که بود برکت داشت، ولی که خانه پختکاری شد برکت گم شد. کلگی در یک خانه یک جای زندگی میکرد، زندگی بود دیگه. که به یک پدر شش تا بچه بود، در شش بچه زندار بود، استکدار بود، در یک دسترخان زندگی میکردن. خانه که پختکاری شد بی اتفاقیان زیاد شد. حالا دیگه امین نفس هم روز به روز ظالم تر شد. ظالم شد من نه، چیزی برش نمیرسه، چی یک چیز ظالم میکنم. نه حال سابق مثلا کلگی در یک سفره یا یک دسترخان میشیشت، حالا بیادر هر کس دو رقم سه رقم نان خو میخوره، می کم که بخوره یک رقم وقت مردم پیدا نمیشه میخورن. خوب بازو برکت کی پیدا میشه؟ هر کس تنها در خانه خوشتر که یک جای باشد، در یک جایی برکت است، یک جایی حکومت جور میشه، ملت جور میشه، وطن جور میشه. بله. یعنی یک قریه آباد میشه. این اگه این مردم یک جای نمیدی سرکش را کمی جور میکردن. بله. و بعض مردم اینه بی خانه شد، بی جای شد، یعنی پریشان شد، یعنی باز هم این سرک جور شد. این هم آبادی وطن است. بله بله، از آبادی های وطن هر کس خوش میشه. خوب وقت اگر خانه کاگلی بود، اما عشقاب چی میگه، محبت ها اصلی بود. محبت اصلی بود، پاک بود، دلا پاک بود، یعنی به احترام بود، عزت بود. حال احترام خرد و کلان نیست، هر کس به دل خود میدرن کنن و هر کس به ادب اختیار خود است. راست میگی. خداوند توفیق بده همین جوانا را که خدمت پدر و مادر کنن، خدمت بزرگا را، چرا که اینمی بزرگا که هستن در هر محل و منطقه که هستن یا برکت هستن در اونجا. گفتیم مردم های قدیم لنگر هستن. خب یک گپ خواه است. مقصد خداوند پاک اتحاد نیکی کنه کل مسلمان را. خداوند پاک اول افغانستان ما را جو کنه، با مردم اتفاق بتر، اتحاد بتر. که یک دست شوان، رنبسته شوان و برادر به حکومت هم به بیادری پیش ببرن. خب بسیار خوب، بدون شک میایم یک پیام آخر از آجی صاحب میشنویم. صحبت های ما خدامه داره. آجی صاحب از همه قدر عمره که شما تجربه کردین، از امو خاطرات خوشتان اگر به ما بگوین که چی تجربه حاصل کردین که به درد جوان ها امروز بخوره؟ یاره دیگه تا بالغ دیگه تو خاطره خودش نداریم دیگه، به حساب خود زندگی تیر کردیم دیگه. نمیقدر وقت مثلا همین خاطره خوشحالی است که به حساب این سرک جور شد، موترا پیش میه و خانه تغییرات خورد دیگه، کلم خاطره خوش دیگه با وقتش که نداریم. با وقت که در این وطن دوستا خاطرات خوش کمتر است. ما کلم خاطره خوش نداریم کابل دیگه. تغییرات هم رقم برنگ تغییرات هم آمد، کشتار هم آمد، مختلف هم آمد. بله خب بیا خیر، امی که شما صحت و سالم هستین، امی کلان گپ هست. خوش باشین، همیشه موفق باشین. تشکر میکنیم مجید صاحب از شما.